سلام عرض می کنم خدمت به مخاطبای رسانه مردمی و میلیونی شهدو. خیلی از دوستان من توی کامنت ها می پرسن محمد آیا پس رویال ارزش خرید داره؟ یا مثلا می پرسن محمد دایمن پس بخریم یا گولد پس؟ دوستان گل من توی این ویدیو به همه این سالا جواب می دیم. اومدیم در کنار هم تمام جوایز دایمن پس رو بازش بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم چقدر جم میده، چقدر بچه گولد میده، چقدر بهمون وایلد کارت میده و چقدر سیزن توکن میده بچه. خلاصه که بررسی بشه ده تخصصی رو داریم دوستان گلم. به لطف پروردگار و به واسطه نگاه های پرمهر شما این سومین ویدیوی امروز ماست. تونستیم بچه پرکار عمل بکنیم، خدا رو شکر و از همه شما خیلی ممنونم دوستان گلم. امروز خیلی میخوام حرف بزنیم با هم، در مورد میکروفونم با تون حرف میزنم. خب استارتو بزنیم دوستان گل من. 4700 تا جم داریم، 200K گولد داریم، والکارتمون 80K تقریبا، سیزن توکن هم 10K داریم بچه. در آخر ویدیو مقایسه میکنیم ببینیم هر کدوم از این متریال رو چه مقدار بهمون اضافه شده. دوستان گل من اول این صندوق رو باز میکنم و یه چالش هم دارم واسه اتون، اول بازش بکنیم. خب ایناش که بچه مهم نیست، اینم مهم نیست، کارت آخرش بچه چمپیون میده. من از شما میخوام توی کامنت ها حدس بزنین چه کارتی میده. پر انرژی ویدیو رو شروع بکنیم بچه، منتظر شما هستم. خود منم حدس من بچه، حدس من یا آرچر کوین داریم، یه مایتی ماینر داریم، یه اسکلتون کینگ و گولدن نایت و مانک بچه. 5 تا گزینه است. 20% در کدوم از ما شانس داریم؟ به نظر من کارت من میگم گولدن نایت میده بچه. گولدن نایت، وای آخه بچه همین امروز آرچر کوین داده بود، این دومیشه، فکر نمی کردم. خب بریم بچه جوایز بعدی باز بکنیم، از اول شروع بکنیم. امیدوارم شما درست حد زده باشین بچه. من هیچ کدوم باز نکردم، حتی اسکین تاورش هم نگرفتم، هیچ کدوم بچه. عزیزای دل من، موضوع اول چیه؟ خیلی از دوستان من میگن محمد گولد پس بخریم یا دایمن پس بچه. مرسی لژندری، مرسی لژندری، انتظارشو بچه نداشتم. دوستان گل من، گولد پس به نظر من پول هدر دادنه. گولد پس رو به هیچ عنوان توصیه نمی کنم. پولاتون رو جمع بکنین دایمن پس بخریم بچه، چون بچه گولد پس بهتون یه اسکین تاور میده با یه ایموت، نه اِوولوشن میده، نه کل گلد و این داستانا. جواز دیگه‌ش هم به درد بخور نیست بچا. ولی اگر دایموند رو بخرین، تکامل واسهتون بچا باز میشه، ارزش اکانت شما بیشتر میشه دوستان گل من. به هیچ عنوان گلد پس نخرین بچا، نمیارزه. خود من که به هیچ عنوان و هرگز گلد پس نمیگیرم. پس این از این نکته بچا. خب شاید بگیم محمد دایمن پس بخریم، آیا هر سیزن خرید بکنیم؟ دوستان گل من، به کشور ما این دایمن پس خیلی گرونه، 12 دلاره. جدا از وضعیت بد اقتصادی ما، خود این 12 دلار بچه میخواد تبدیل به ریال بشه 50 برابر میشه دوستان گلم. این خنده من از گریه غم انگیزتر است. 50 برابر میشه، زیاد بچه مغروم به صرفه نیست، ولی اگر خیلی عاشق و دیوانه رویال هستین، یک فصلی که بچه تکاملش خوبه و توی ترکیب اصلی شماست و میتونین خریداری بکنین، بله منطقی بچه. مثلا شما که اکسپو پلی میدی، فصل بعد تکاملش آرچره، من توصیه میکنم فصل بعد و اگر دوست داری خریداری بکنه، این بچه بد نیست. به خاطر وضعیت اقتصادی میگم، اگر شما مشکل مالی ندارین، خب آزادین بچه، هرچی میخواین خرج بکنه. چون که از دوستان ما توی همین کانال هست و ویدیو رو هم میبینشون، ایشون بچه دانشجوی دندون پزشکیه، توی دبی هم تحصیل میکنه. حرف هست بچه دایمن پس روی اکانتش براهه، آخه من باش در ارتباطم. اشغال میکنه بچه، خیلی وقت هم نیست عقد کرده ایشون از همینجا،
تبریک میگم به سلامتی و تندرستی. خیلی آدم حسابی باشم. لیدر کلنی هم هست و هم کلنی هاشم. یه سری اوقات دائمه پس میده. میگم بچه ها اگر مثل ایشون حالا مسئله مالی ندارین که خب حالا دیگه بحثی نمیمونه. ولی خب اگر مثل من درآمدتون بچه ها زیاد نیست باید حواستون باشه. خب اینم از این. تا به اینجا کار بچه ها بد نبوده. بذاره سریعتر بازشون بکنم. مشغول حرف زدن بودم. مرسی. بچه خیلی لژندری داده. تو بال اینجوری نشده باشه من. انقل لژندری پیش نایمده بود. مرسی. ای باز نشد اون الان بازش میکنم. اینم از این. بچه بازش بکنیم ای بابا. میگم دوستان گلم من رو اکانت هستیم نمیخرم چون بچه اکانت هستیم فول مکسه به نظر من. دائم پسش هدر میره میدونین. برای همین روی این اکانتم خریدم این سیزن. اگرم بچه من میخرم چون شغل اصلی منه دورتون بگردم. چون شغل منه و خب واسه تون ویدیو اپلود میکنم دوستانم کیفیت ویدیو بالا باشه بچه. از اون تکامل بتونیم استفاده بکنم. مرسی اسکین تاور تازه من دریافتش کردم. فعالش بکنیم. وقتی بچه ها میخرین یه هفته ذوق داریم ولی بعدش میره پی کارش. اسکین تاورشو میگم. خب بریم برای این. مرسی والکارد. اوزا بچه ها بد نیست. اینم از این سیزن توکن هم بچه خوب میده بد نیست ولی گل زیاد میده بچه ها. اگر دقت بکنین صندوقای گلد اون بزرگاش فقط توی دایمن پس هستن. جیم و گلد بچه فقط توی دایمن پس هستش. الان بهتون نشون میدم سیزن توکن بچه جیم رو میبینین. این جیم هایی که میده فقط توی دایمن پسه. توی گلد پس معمولی جیم نمیده بچه ها. اینم از این. اینم بچه ها از این. میگم شاید تو این ویدیو کارتم مکس بکنم چون بچه ها دارم وایلد کارتو میتونم مکس بکنم. بله مرسی گور 34 کاما شد. بازم لژند. میگم بچه ها جوایزش بد نیست ولی خب نسبت پولی که ما خرج میکنیم تو کشور ما به نظر من مغروم به صفحه نیست. اگر میخوایم بخریم یک فصل دوستان گل من بد نیست. دریافت بکنیم. اینم از این. بچه کمیاب و این کمیاب و من میگم من میگم فور زپیز میده بچه نه فلایی میشه. یه بچه خیلی سخت بودیم. 34 که مرسی. مرسی گلد. صافا بچه گلد زیادی میده علق و بلنصاف. حالا آخر کار بررسی میکنیم. 2 ویسکا گلد داشتیم. 4700 تا جم. 80 که وایل کار. 10000 تا هم سیزن توکن بچه تو ذهنم هست. مرسی. این هم سیزن توکن شد 20 که ماشالله. مینیون هورد بد نیست. این اکانت هم بچه فهم میکنم 80-90 مکس نمیدونم ولی دوتای دیگه هم کامل مکس هستن. میرسیم بچه ها دوستان گل من به هیچ عنوان عجله نکنه. جدیدن گلد بازی زیاد میده بهتون. فول 14 رو تو یک سال میتونه بشین بچه ها. فول 14 کاری نداره ولی 15 دوستان گل من بشه در سخت. 15 غول محله آخر بچه ها. لژند بعدی اگر دایمن پس بخرین که بچه خیلی آسون مکس میکنین. دایمن پس بخورده هست. رسیدیم به ایموت. ایموتشو بگیریم. ببین بچه ها
این مودش بچه ها بد نیست، از فصل پیش بهتره؟ آره بچه، از فصل پیش حالا قابل تعمل مفهومی نداره، ولی حالا خیلی هم بد نیست بچه. بریم برای صندوق های بعدی. بریم بچه، یه لژند دیگه میده، ولی انصافا تا الان هم لژند خیلی داده بهمون. کم بچه لژند نداده. اینو من میگم مینی پکا میده بچه، نه معذرت میخوام رویال هوب میده بچه. بابا فلانگ ماشین گرفتار شده، من ایز من یعنیشه. بچه گلدمون شده 700 کار، 200 کار داشتیم و بچه خیلی عجیبه، عجب گلدی داده سن گل من. ما 200 کار گلد داشتیم، عجب گلدی داده. مرسی مرسی سیزن توکن، مرسی سیزن توکن. در آخر هم بچه سیزن توکن هم خرج میکنیم. این هم از این. اینو دیگه بچه ها علق و ولنصاف راکت میده عیز من. بچه شرف منو میخواد ببره، یعنی شه. حالا اینو خیلی سخته، حداقل اون هیرو شدنی بود که همونم بچه خراب کردم. اینم از این. مرسی گولد، مرسی گولد، چه گولدی داده بچه. دوستان گل من بریم بررسی بکنیم. 800 کا گولد بچه، ما 200 کا داشتیم، یعنی 600 هزار تا گولد داده. انصافا بچه 600 کا زیاده دوستان گل من، 600 کا زیاده. 5300 تا جم، من 4700 تا داشتم، 600 تا هم جم. والکارت رو بررسی بکنیم. والکارت بچه خیلی نداده، من 80 کا داشتم، ایشون 12 کا والکارت داده بچه، خیلی نیش، نه خیلی نیش بچه. سیزن توکن هم 10 کا داشتیم، 15 کا هم سیزن توکن داده. از بچه اول اینو خرجش بکنیم. خب قطعا یکی اینو من بگیرم، قطعا اولویت همینه. بقیه رو هم بچه، این اکانت من به گولد خیلی نیاز داره، من این گولدها رو بگیرم، این 400 تایش خیلی میارزه. این اکانت هم بچه چون فول مکس نیست، گولد خیلی لازم داره. بذار من گولدها رو بگیرم، به شما هم توصیه میکنم بگیرین گولدو. هیست تا میشه، هیست تا به نظرم نمیارزه. آره بچه هیست تا زیاد نمیارزه. و به نظرم جمع بکنم اینو بخرم، این موتن بچه بد نیست. آره چیزی با مزی نداره. کتاب بچه خیلی نمیخوام. و اینکه اینم از این ویدیو، بریم چند تا کارت هم مکس بکنیم بچه. اجازه بده اول که 15 بکنیم. چه کارت 15 کنم؟ ماسکیتر هست، اوگرایدر من بچه هست. بریم برای لاک. برای بچه لاگو بچه 15 بکنیم. ولی به نظر من دوستان گل من 50 کا والکارت زیاده برای هر آپگرید، باید 40 کا بکنید بچه. 50 کا زیاده. دومی نمیتونیم مکس بکنیم، 8 کا بچه کم داریم. بخوام کارت مکس بکنم، اجازه بده بچه چه کارتی رو مکس بکنیم. این واسه این بچه چیز دارم؟ نه والکارد بچه ندارم. واسه گری والکارد نداشتم. به نظر من بچه ما میتونیم که مثلا آرچه رو بیاریم بالا، چون فصل بعد هم بچه ها تکامل میشه. آرچه رو بگیریم، میتونم بچه فکر کنم آرچه رو بهترین گزینه باشه. آره بچه بذار آرچه رو بیاریم بالا. فصل بعد هم تکاملش میاد احتمالا، روی نکام بخرم دایمن پس رو.
2000 تو داده بمون، دمش گرم. چقدر داریم؟ 44 که نمیتونیم تبدیل بکنیم ها؟ نه بچه، چون کارت من روز مکس نیست. اینم بچه از این ویدیو، خیلی ممنونم که تا به اینجای کار ویدیو رو دنبال کردین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و حواسم کامنت بذارین. امروز بچه ها پرکار بودیم. کسی که هر سه ویدیوی منو دید دیگه خیلی آدم حسابیه. دمتون بچه ها گرم. اگر هر سه ویدیوی منو دیدین تو کامنت رو بنویسید، من بنویس هر سه رو دیدم. بذار کسی نفهمه رمزیش بکن هر سه رو دیدم. بعید بدونم بیشتر از 10 نفر تو کامنت رو بنویسن، چون اگر دیده باشینم تو به اینجای کار فکر نکنم ببینه. اشتا دل من این بچه ها لایک و کامنت رو صاف فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.